نمیتونی. نه کنه. یکی به نفع تو بزن ببینم. توپو میاره این وسط، حالا یه هافک دفاعی میتونه این توپو جمع کنه، ولی نه باز برمیگردونه. فرصت خوب و تو یه دروازه، یه گل دیگه. حالا بیا رضا گوگا، یکی از بهترین هافک. بفهم آرژی، اینا رو بگی ببینن این آقا علیرضا چی شلوغش کرده اونجا. باستا ببینم چی کار میکنی. حالا خواهرش میاد به امداده. بوده ببینم، دو نفره میخوان از پس بوده خاله. یک تنه یه آبجی تشکیف کنم. پس این نخ نشده، آبی ببر بله کنم. باری کرد همینه. حالا این باز همینه. بوده 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 تو داشته باشه. مادر بچه رو میبینی که در دلش بچه رو داره و تب و تابی داره، اما به روی خودش آقا امیر بابا پاشین بیه کمک کنی به برادرتون. 20 گل خورده از فربوت. 20 گل خوردم جون. اومدم بیه. نگران نباش، اصلا نگران نباش. باریکرد امشب میری سیر تا پیاز ماجرا رو برش تعریف. وقتی بدونه پسرشم توی ماجرا دست داشته، شریک جرمه، همه چی رو براش میگه. هر که خربوزه میخوره پا لرزش هم میشینه میخوره پس بمیر. سلام کجا صبح به این زودی؟ کارخونه. کارخونه چه خبره کله سهری؟ کار دارم بابا. من به عشق تو بودن شدم صبح زود رفتم تو سفر سنگکی. دونه سنگکی خاشخاشی واسم گرفتم، دست درده به دست کله پاچه مشتی هم گرفتم. بیا صبحونه تو بخور بعدم برو. باید برم، خیلی ممنون. بابا ببین دیشب که لب به کباب ما نزدی. چته؟ چرا اینقدر تو همی؟ کشتار غرق شده؟ چیزی نیست، نگران نباش. ببین راستی این پوله رو چیکار کنم من؟ کدوم پول؟ همین پولی که مفخم ملیجکش زده بود به حساب من خرج کنه دیگه. نگه هنوز به حسابشون بر نگردون دیگه، شر میشه ها. ای بابا من چه میدونستم، دیشب میخواستم بهت بگم که نشد. نامردا شیطون هم درس میدن. بذار با تاجیکت مشورت کنم بهت میگم، ولی برگردون به حسابش قربانه. باشه باشه، مشورت تو بکن. بذار یه تیکه بکنم حالا. یا دستت هم درد نکنه. نست استاد عالی قدر عالی مقام. خوب واسه خودت میری میای میچری دالونداری میکنی. بالاخره برگشتی کارخونه ها. منتها میدونی تفاوتش با اون موقع چیه؟ اون وقتا با عزت و احترام پشت اون میز مینشستی، واسه خودت برو بیایی داشتی، حال هوایی داشتی، ولی حالا دیگه داری دست پا میزنی که مبادا برگردی تو اون الفتینی. ولی کور خوندی، معلومه کی داره دست و پا میزنه. بربر زبونم که شدی. ببین از اون کاغذ پاره ها هیچی بهت نمیماسه، چیزی از توش در نمیاد. من اگه جای تو بودم میدونی چیکار میکردم؟ میرفتم دست زن بچه ها میگرفتم میبردمش این بر اون ور، گردش تفریح حال و حول، از مرخصیم لذت میبردم. چون مطمئنم اگه برگردی این دفعه اونجا دیگه بعیده بیای بیرون، دیگه بعیده رنگ آفتابو ببینی. میدونم چی کار کردی،
همه این حسابای قبلی که من درست کرده بودم پاک کردین، جاش حسابای جعلی گذاشتی. با این تفاوت که برای همه اون اختلاف حسابا یه سند درست کردی، اونم سند جعلی. اما من به اون حسابای قبلی میرسم، اونا رو پیدا میکنم، مطمئن باش. میدونی کار میتونست بهتر از اینا پیش بره، ولی خودت نخواستی، حماقت کردی، دبه کردی. حالا بکش روش جونه. اگه واقعا از اینا چیزی در نمیاد واسه چی اینقدر به هم ریختی ها؟ من چندین سال تو این کارخونه کار میکنم، هیچ موقع ندیدم آفتاب نزده بیه سر کار. دیگه دلم هم به حالت نمیسوزه، کاری میکنم که مرغای آسمون به حالت زار زار گریه کنه. الو درود آقا جون. گویا کجایی؟ تو محبته. بیا اتاقم کارت دارم. رو چشم آقا جون. جانم سلام آتا جیم، صحبتون بخیر. صحبت بخیر. ببینم چیزی گیر آوردی؟ نه آقا هنوز، ولی پیدا میکنم. آها الان خوبه ای شما؟ نه آقا کارخونه. کارخونه اونجا بده چی؟ یه سری سند و مدارک احتیاج داشتم، گفتم بیام اینجا پیدا کنم. لازمه منم بیام کارخونه؟ نه آقا منم دارم میرم، تا شب باهاتون تماس میگیرم. باشه باشه، من منتظر تماسیت هستم. حتما. قربان شما، روزتون خوش. خداحافظ. آقا رجا الو، یه لیوان آب برای من بیار لطفا. دست درد کنه آقا رجا، ممنونتم. جونم آقا جون، با من امری داشتین؟ این یارو هنوز اینجاست؟ کمالی؟ بله متاسفم. خیلی زور داره، خیلی زور داره. یکی بیاد بشینه کنج دلت، دیوار به دیوار اتاقت، زیر سقفی که خودت ساختی، پرونده ها رو بریز جلوش که مثلا مچتو بگیره. بابیه دیگه آقا جون، چه انتظاری ازش داری؟ مردک تا دیروز منو که میدید دلار راست میشد. بله آقا. بله قربان، بله قربان از دهنش نمیفتم. یادمه تا منو میدید دست و پاش میلرزید، حالا چشم میندازه تو چشم من لیچار بارم میکنه. متاسفم. حالا دستو چی میفرمایید آقا جون؟ برو وایسه بالا سرش. بله. چهار چشیم و واظبش باش. بله. این آدم ها اصل نسب ندارن. میدونم. بیریشن. میدونم. مواظب باش چیزی کش نره. چشم. تخت آقا جون. دست شما خیلی ممنون، متشکرم. میگم آبیه خیلی خوشگل. بچه صورتی رو دوست داره، تو این اصرارش میکنی که آبی بپوشه. دست میکنی درد؟ دست شما درد نکنه. یه ماما شما بذار. یه مادر ای بابا
تو که اینا رو 60 تا نبرده مگه نگفتم خودش یک جواب میده 60 اش کو لبش پریده توپش پره پره ها یه وقت رفتی پیشش اگه یه چیزی به گفت شوکه نشی آقا جونه دیگه ها شوکه ببین با تو هم به آقا جونت گفتی که چجوری دورش زدی یا نه اینو به من بگو نمیدونم در جریانی یا نه داستان گره خورده این بابی دوباره بلند شده اومده اینجا خیمه زده شده سوهان روح آقا جون چی شد پس میگفتی ردیفش میکنم ردیفش میکنم ها؟ این خوی من هنوز بابت ماجرای اون شب عدس توفی هم ها تو بلند شدی رفتی پیش بابام دوستی خب اگه آقا سعید نگفته بود مثلا چی کار میکنی؟ یکی دندوناتو میریختن تو حلقه زلزله میکنی در قلب آرام من ترسیدم بترس چون دیگه نمیذارم همینطوری واسه خودت صاف صاف بچرد من نمیدونم تو چطوری میخوای این جریانو به بابا جونت بگی اینو به من بگی ها؟ بالاخره اونم با یه چیز حالیش بشه دیگه بفهمه که پسر شاخ شمشادش چه کاره برم بابا اونم باید بدونه که مرغی که انجیر میخوره اینا تو کش کچه ببر روش هست سلام سلام خوبی؟ چی شد؟ چرا کردی؟ میبینی که هنوز ادامه داری یه ذره دو ذره نیستش که هرچی میزنم بازم هست سعید اومده؟ آره تو اتاقشم آقا جون ببین من کارش ندارم خودش الکی داره داستان درست میکنه آروم صحبت کنید با هم دیگه آقا سعید من اومدم خدمت شما که امروز تکلیفم رو روشن کنی این کارتونه یا جای منه یا جای ایشون حالا دیگه تو واسه من تعیین تکلیف نکن آقا برای شما تعیین تکلیف نمی کنم ولی میخوام تکلیف خودم روشن شه که برم یا بمونم اینجا برو آقا برو کسی شما تو نگرفته بریم بابا بپه میشه تو به من نه آقا من نمیخوام واسه میخندی آخه نه اتفاقا خیلی مبادی آدابم برو برو دنبال کاره مبادی آدابم بله چی؟ بفرما تو سرزاده رو زیاد بود عربابوزی زیاده آخرش بد تمشه نه؟ دلم برات میسوزه تو بدبختر از منی فعلا خوش باش اما بعدن بعدن که شخصت خبردار شد این دوتا شریک جنگ زرگری رو انداختن و این وسط هم تو منترشون شده بودی یا اون وقت حالا تو میپرسم منظورت چیه؟ منظورم اینه که بعدن به گفتم که بعد حرف تو بزن مرد باشو بیر چی میگی؟ الان اصدادتو ندارم کاری داشتی به هم زنگ بزن من بگو بویا چیه؟ آدیوس بایسا ماما جانا میگم چرا نزاشتی من حساب کنم چه فرقی داره ما در جون من و تو نداریم که ببینم آزاد به چیزی گفته حرف تو دهن این بچه اصلا نمیمونه بیان بده خیلی جالبه من مامانتم وقت بعد از دیگرون بشنوم ببینم تو واقعا خونه تو فروختی؟ آره؟ با تو بله خونه، ماشین میلاد، طلاهام، باغ فشم همه رو فروختم ولی چه فایده هنوز که هنوزه هر روز طلبکارا جلو در شرکت هست
دستت درد نکنه واقعا. خدا بگم این میلادو چیکارش کنه. ماما بابا میدونه من خونه رو فروختم. چی بگم والا، از قبل یه بوایی برده بود. تا الان واقعا مشکلت اینه که بابات بدونه یا نه؟ از بچگی همین جور بودی، یه دنده و لجباز لنگه بابات، همش دنبال این بودی که خودتو به بابات یه جوری ثابت کنی که میتونی، میتونی بدون کمک اون سوار دوچرخه بشی، میتونی از آزاد جلو بزنی، میتونی از درخت بالا بری، میتونی همسر آیندتو خودت انتخاب کنی. اینطور که شما میگی پس من دارم فقط به خاطر بابا زندگی میکنم. پس چی؟ تو الانم به خاطر اینکه به بابات ثابت کنی زن میلاد شدی. ماما میشه بس کنی، من اعصاب ندارم. که یه اعصاب داشتی که این دومیش باشه. هر وقت میام دو کلوم باید حرف بزنیم شروع میکنی لنگه باباتی، لجباز و یه دنده ای. دکترام گرفتی که خیلی خوبه. کی گرفتی که ما خبر نشدی؟ نکن از این دکتر کیلویی هست که جدیدن مد شده بعضی ها میگیرن. چه فرق میکنه؟ جفتش رو بذاری در کوزه. خیلی فرق میکنه. البته هیچی برای شما که راست میگی فرق نمیکنه. خب چه دفتر دستکی هم رو انداختی تو این مدت کوتاه. تو فقط ظاهر رو میبینی، نمیدونی تو این مدت چه خونه دلی خوردم من. جدی؟ راستی چند وقت خبری نبود ازت. زندان بودم. زندان؟ آره. ای بابا نمی‌پرسی برای چی زندان بودم. من عادت نرم تو زندگی خصوصی کسی دخالت کنم. اگه دوست داشته باشی خودت میگی نه؟ آفره خوش اومد. افشار آدم با ادب و با نزاکتی هستی. نمی‌پرسی برای آفره خوش اومد. خب از این رفیقت چه خبر؟ کی بود اسمش؟ آها سعید مفخم. بی خبرم ازش. یعنی با هم کار نمی‌کنی؟ نه. ولی بچه‌های حسابداری کارخونه یه چیز دیگه میگفتن. میگفتن که تو رو اونجا دیدن. یعنی نباید سر میزدم؟ چرا؟ باید سر میزدی. ولی اگه سر میزدی سعید هم باید میدیدی. سیمجیم میکنی منو؟ منو باش فکر میکردم اومدی حالمو بپرسی. چرا ترش میکنی؟ چرا ناراحت میشی؟ اومدیم حرف بزنیم دیگه. چرا اصل حرفتو نمیپرسی؟ آه اصل حرفم یه استادی داشتیم تو دانشکده اسمش چی بود؟ دکتر فهمی. آه یادم اومد. اون میگفتش که هر حسابداری یه امضایی داره. خب رد امضای تو رو تو حسابه کارخونه دیدم، خیلی هم تابلو بود. چرا این همه آسمون ریسمون میبافی؟ از اولش میپرسیدی بهت میگفتم دیگه. خب تو حالا بگو. اشتباه میکنی. خدا کنه که اشتباه کنم. میدونی من برای یه احوال پرسی نمیده بودم اینجا. اومده بودم که جواب یه سوالمو بگیرم که گرفتم. اگه بفهمم که تو جابجایی حسابای کارخونه دست داشتی روزگارتو سیاه میکنم. حیف که مهمونی. خداحافظ دکتر کوزه‌ای. منیره جانم سلام. سلام فرهاد. فرهاد اومده خونه؟ آره امتحانش زود تمام شد، زود اومد. چطور؟ کجاست این بچه؟ سب کن، داره تلفنی با پدر بزرگش صحبت میکنه. چی شده مگه؟ لا با حیلم لا. خانوم هزار بار گفتم تو این موقعیت ها یه اطلاعی به آدم بدین. ای بابا دم مدرسه تا اینجا من به جون به لب شدم. هرچی هم که زنگ بزنم کسی توی خونه گوشی رو برده میداره. من معذرت میخوام، فراموش کردم.
اینجا بودم صدای تلفن رو نشنیدم. میگم شما با آقا فرهاد تو این چند روز در رابطه با کاری کارخونه صحبت کردید؟ نه هنوز. خب اگه خودش بفهمه که صورت خوشی نداری؟ خانم هنوز که مدرکی نداریم. اون بنده خدا رو چرا تو هول و هلا بندازیم؟ اونا بهش میگیم. ببینم اصلا خونه است یا شیفته؟ رفته خونه آقا سعید. چی؟ رفته خونه آقا سعید. ای وای ای وای. محسن جان، تولد آبا دختر آذر خانم بود. دعوتش کردم اسرام رفت. شما هم اجازه دادی بره؟ من بهش گفتم هر جوری که خودت سلام میتونی. آخه معنی نداره منیره تو این موقعیت بلند شو بره خونه سعید. من از حق فربود، از حق بچه یتیم نمیگذرم، ولی دلیلی نداره دختر من پاسوز اتفاقهایی بشه که اصلا به اون مربوط نیست. اگر ما هم رعایت بکنیم منیر جان، با شناختی که من از اون آزاید دارم، قضیه کارخونه رو میکشه تو خونه زندگی اینا. من شک ندارم. بله شما کاملا درست میگید، ولی ما نباید از ترس مرگ بریم خودکشی کنیم که آقا سعید همه این کارا رو انجام میده. ولی ما که از الان نباید پیش باز بریم و همه چیز رو خراب کنیم. اسرا آزاد و دوست داره، این دوتا به هم علاقه دارن. خدا رو خوش نمیاد ما بین این دوتا جوون فاصله بندازیم. چی شد؟ بازم سرت؟ این چند وقتی این سردرد دوباره اومده سراغم. من میرم قرصتو بیارم. بفرمایید. چند چنده هم؟ بول نزده هم؟ نه هنوز ولی آقا علی رضا هنوز نرفتی؟ میرم منتظرم این باره بیاد بعد میرم. چیزی بخوری براتون بیارم؟ نه دست شما در نکنم. آقا رجب جانم نتونستی آیناس خانمو متقاعد کنی بیا تو گلخونه باید زندگی کنه؟ نه نه بابا نگاه خون بزن دیگه بابا، تو هم باید فوتبال بازی کردنه. نشون دیگه بابا 12 نفر آدم علافان اینجا. 11 نفر علافان آقا جان. نگاه خون تو رو خدا برو جلو، برو جلو، برو جلو. آها آها اشتباه بوده، قشنگ همون بوده. نه دیگه اینقدر قشنگ برمی داره، باید پاس آخر بزنید. آقا چیزی ببخشید، معذرت میخوام، مزاحم فوتبال دیدن شما شدم. خواهش میکنم، باید باشید. خواهد باشید، من صدا کنم. باشید، چشم. خوش چه خبره؟ کارخونه نمیدیم؟ نه فعلا یه چند روزیه بهتر اونجا آفتابی نشه. من یه جهنم نمیشده که اصلا همون نرم بهتر. به کنار یه پاس جلو زنبه که میبینید به چه ترتیب. نه نمیخواد سعید جان، تو فقط خودتو برسون، این بچه منتظره. من به جای تو هم کادو گرفتم براش. باشه باشه قربانه تو. شش شوری تو باشه نکزار. خیلی خوب. من خوب شدم. عالی. خیلی خوشگل شدی مام بزرگ. چرا هنوز نپوشیدی؟ داشتم بچه رو آماده میکردم. الان میپوشم. خیلی خوب. برو دایتم بیدار کن. الان کیکتو میارن. چش. قربونش برم من یه پارچه خانه. مامان امسال چرا اینطوریه؟ چرا کسی نیومده؟ امسال تولد تو یکم خلوت‌تر گرفتیم که خودمون باشیم بیشتر بهمون خوش بگذره. باشه. چقدر خوشگل شده دخترم، ماه شده ماه. قربونت برم. خیلی خوشگل شدی. خب حالا بودو برو دایی رو صدا کن. چشم. یاده شما چه
کاری نداری؟ میخوای منم باید بیام؟ نه خودم میرم. مطمئنی؟ آره بابا نگران نباش. پس مراقب خودت باش. زود برمیگردم. منتظرم. خداحافظ. به سلامت. نکو بچه ترسیدی دایی؟ خب پاشو دیگه ناسلامتی تولدم ها الان کیکو میارم ای قربونه تو برم من تو برو منم الان میام دایی بس چیه؟ چه خبر اینجا؟ نمیبینی؟ آواره شدن رفت پس خونه رو ازت گرفت من نمیفهمم چیه تو فرت و فرت کار زنگ میزنی؟ ولی میکن بابا تو کارخونه یه چیزی گفتی یا رفتی؟ من همینجوری حرفی زدم بجون دابو ساسان رساله کن تو همیشه همینجوری حرفی میزنی حتما یه خبری هست پس منو میشناسی؟ بله اینقدر از سعید میترسی که چیزی نمیگی؟ پس منو نشناختی ببین پویا راستشو بگو همین حسابا رو افشار درست کرده درسته؟ بعیدم نیست تاجیک و افشار رفیق فاب هم دیگه هم بعدش هم این که بابی من دیگه تو این ماجرا نیستم بی خیال ببین پویا تو یه حرفی نزن اگه حرفی میزنی مثل مرد پاش وایسا پاش وایسا تمومش کنم برات ببین بازی دادم بنده خدا محسن و سعید دستشون توی یه کاسه است تو و من ما هممون سر کار گذاشتن ما بزرگترین بی احترامی بودیم که به خودمون کردیم نقطه خود بار بعد ببر شهرستان امیر آقا چای بریزن نه دست درد نکنه خورد ببخشی نه فضولیه شما چند وقتی گرفتی نه چیزی نیست آقا رجن من 60 سال از عمرم میگذره دو چیز من خیلی ناراحت یکی مرگ عزیزان یکی هم قصه های عاشقی شما هنوز اون ماجرای عشق اولت یادت نرفته؟ چی شد که ترسیدی؟ پا پیش نذاشتی ها؟ گذشته ها گذشته آدم باید به وقتش حرفشو بزنه وگرنه دیر میشه هیچی مثل ترس نیست بلا روزگار یا عاشقی اگه این بحث داغتون تموم شده یه دوتا چایی بر من بریز اول بدم به این کارگرا در این حین هم شما کار بارو تو بکن که بریم اگر چش شما درد نکنه آقا رجب پویا پویا کجایی؟ تو که هنو اینجایی؟ یه سوال ازت داشتم چرا باید تاجیک سند بذاره منو دو هفته بیاره بیرون؟ ها؟ تو دور زمونه ای که برادر برای برادر این کارا نمی کنه اصلا چرا تاجیک یهو افتاد دنبال کارهای من؟
از وقتی که هر روز خانومت بلند شد اومد دم کارخونه، سعید و تاجیک نقشه رو با هم کشیده بودن. بنده خدا قرار شد تو این داستان مفخم نقش آدم بده رو بازی کنه، تاجیک هم نقش آدم خوبه رو، که چی بشه؟ اعتماد تو رو جلب کنن. بعدش چی بشه؟ سندی مدرک اگه داشتی از چنگ در بیارن. حواست کجاست؟ تو همون آدمی هستی که من و خانومتمو تهدید کردی، چطوری حرفاتو باور کنم؟ بابی منم این خودت بچه جنوب شهرم، ته خط رفیق سرم میشه. تو فکر کردی من میذاشتم بلای سر خانوادت بیارم؟ تو اونقدر که فکر میکنی من آدم بدی نیستم. یه نگاهی به سروز زندگی خودم بنداز. آواره کجا میری؟ از همه حسابای کارخونه رو افشار دستگاری می‌کنه. بله. مفخم چطور جرأت کرده تو رو اخراج کنی؟ با این همه اطلاعاتی که داری فکر نکرده که میری پنبش میزنی؟ نه. واسه اینکه من الان دیگه یه مهره سوختم. کاری از دستم بر نمیاد. چرا کاری از دستت بر نمیاد؟ واسه اینکه سعید آدم خیلی زرنگیه. اون جای 7 تا 8 تا خط داره. جایی نمیخوابه که زیرش آب بره. آره. نمیشه باش در افتاد. نمیشه. هرچی چک تو بازار داره به نام منه. لب تر کنه پروندم بسته است. الانم که دیگه خیالشون راحت شده که تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. اما من دارم براش. من نگاه نکن اینجوری الکی آقا جون میگم. دستم بسته است. پام برسه اونور شلیک میکنم. مثلا میخواد چیکار کنی؟ منتظرم سعید یه حالوی دیگر جای من پیدا کنه، فلنگ رو ببندم برم اونور. آره میرم اونورا. تو هم باعث بری. جای تو اینجا نیست. میخوای بمونی بری گوشه و لفتونی که موهات دندونات سفید بشه؟ مگه ما چقدر زنده ایم؟ به فکر خودت باش. میخوای ریله کنم تا بیمونی بزنی به چاک؟ آدم پرونش رو سراغ دارم و جردی. تو اصلا چرا میخوای به من کمک کنی؟ واسه اینکه یکی مثل خودم در به در آواره. آدم ها خوشبخت نمیشن اگه برای خوشبخت دیگران کاری نکنه. من که مثل تو یالغوز نیستم، زن بچه دارم، اونا رو چی کارشون کنم؟ بهتر از اینه که تو اون هلوفتونی بپوسی. بابا فوقش دست زن بچه تو میگیری بعدش میبری پیش خودت. نه ترس. تو اگه میخوای به من کمک کنی بیا بر علیهشون شهادت بده. تو که از سیر تا پیازشون بخبری. این کمک به منه. مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه. من خودم گیرم، تو میگی بدوش، بعدشم شهادت من به چه دردی میخوره ها؟ ببین بابی، تو زندگی یه جایی هست که باید بری، یه جایی هست که باید بمونی. اما خدا نکنه جای این دوتا با هم عوض بشه. اون جایی که باید بری بمونی، اون جایی که باید بمونی بری. تاجیکه؟ اوه اوه اوه، من جای تو باشم دورش رو یه سیمخاردار میکشم. نری سمتشونا. اینا فقط منتظرن از دهن خودت بشنون که تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. بعدش هم اون تاجی که وسیقه رو آزاد کرد و میندازه از گوشه هلوفتونی. اون وقت خر رو بیار باقالی رو بار کن. بابی بپر، دل داشته باش. وانتم اومد. سلام بابایی، تولدت مبارک. ممنون
بابا چه خوشگل شدی. خیلی لباس بهت میاد. زنده عصر اومد. اپ هم مهمونم داری. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. بابا عصر خانوم. چه عجب یادی از فقیر فقرا کردی؟ نفرمایید. واگم کردی بابا جون. عصر جون منت گذاشته سر ما. با اصرار من اومد. چه منتی؟ اینجا مثل خونه خودش میمونه. من از همون روز اول گفتم عصر یه پارچه خانومه، مثل دختر خودم دوستش داره، ولی تو منی سنار با باباش فرق میکنه. آقا محسن این روزم که توفیق زیارتشو خیلی زیاد دارم، دم به ساعت، دقیقه به دقیقه. سعید ببخشید متوجه منظورتون نمیشم. منظوری نداشتم بابا جان. بفرمایید بفرمایید بشینید. برو بشین. بشین بشین. چه خوب کنم. بشین بشین. بله. بعضی وقتا یه حرفایی هست که هیچ حساب کتابی نداره. هیچ ریشه و اساسی هم نداره. وقتی که این حرف رو میزنن آدم فوراً به هم میریزه. از این رو به اون رو میشه. مثل همین چیزی که من به شما گفتم. بابا بریم شام بخوریم. حالا شام هم میخوری. مثلا شما فرض کن بعد یه عمر زندگی کردن با آزاد، یهو یکی از راه میرسه میگه که گذشته آزاد اینجوری بوده اونجوری بوده، له بوده بله بوده، نمیدونم دستش کج بوده، دوتا زن داشته. شما باور میکنی؟ معلومه که نه بابا جون. چی رو بابا؟ دارم دو کلون با عروسم خوشو بش میکنم. ای بابا بابا سعید بابا تولد آواسا. بله میدونم تولدت مبارک بابا جون. ممنون. بله عصر خانم. آقا محسن این روزا یه کارایی کرده، یه چیزایی گفته که اگه به خاطر شما نبود منم باید مثل خودش این همون افرار تحویلش میدادم، ولی این کارو نکردم چون شما رو دوست دارم، برای شما اهمیت قائل هستم، برای مهم هستی. ولی آقا محسن همه چی به هم ریخت. اینو گفتم که بدونید من مقصر نیستم. فرد و پس فردا نیاد یقه منو بگی. سعید بس کن دیگه. با اجازه من فکر کنم رفع زحمت کنم بهتر. عصرا. عصرا جان کجا؟ کجا؟ عصرا جان نرو. همینو میخواستی؟ من که چیزی نگفتم. تا یه حرفی میزنم به تریج قبای همه تون بر میخوره. یعنی چی؟ واقعا خوب گوش کنید و ببینید چی میگم. این حرف آخر منه. آزاد باید قید این خانواده رو بزنه. تموم شده رفت. یک کلام ختم کلام.